سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. معاون سروزیر روسیه: تاجیکستان تا حال برای پیوستن به عضویت EAS میل نشان نداده است. حامیان حقوق از فرانسه خواستند که محمد اقبال صدرالدین را به تاجیکستان نسپارد. از بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی یک سال گذشت. توی است یا ماتم، طالبان نواختن موسیقی را در تویها منع کردند. باز دو کودک و یک جوان هنگام آبوزی غرق شدند. و اکنون تفصیلات خبرها. معاون سروزیر روسیه الکسی اویرچوک روز 16 یون سال 2023 در حاشیه همایش بین المللی اقتصادی پیتربورگ در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نوستی اعتراف کرد که مقامات تاجیکستان تا کنون برای پیوستن به عضویت اتحاد همکاری اوراسیا یگان پیام ندادند. از دوشنبه برای پیوستن به EAS یگان پیام نرسیده است. این قرار است که باید آنها خودشان قبول کنند. این که چی گونه قرار رو قبول میکنند یا نه مسئله است که پوره در دست خود آنهاست. اصرار داشت اویرچوک، ولی افزود که مسکو به نوبت خود به جانب تاجیکستان چه امتیازها داشتن عضویت در این سازمان را میفهماند. این امتیازها هم در مورد تجارت بی‌ممانعت و هم قلمرو یگانه گمرکی است و هم مربوط به بازار یگانه کار. شرح داد اویرچوک که قرار است روزهای نزدیک همراه مراد اسنولن باز یک معاون دیگر سروزیر روسی از تاجیکستان بازدید کنند. انتظار می رود که اویرچوک و اسنولن نیز در دوشنبه بار دیگر تلاش خواهند کرد که تا مقامات تاجیکستان را برای پیوستن به این سازمان منطقوی زیر نظارت کرمل متقاعد کنند. روسیه چند سال باز تلاش دارد تا تاجیکستان برای پیوستن به صف اتحاد همکاری اوراسیا مایل کند، ولی تا کنون به نتیجه. ناظران امور بر اینند که مسکو در پی به سبب جنگ ضد اوکراین در انزوای بین المللی قرار گرفتنش در این اواخر فشار را بالای دوشنبه با طلب پیوستن تاجیکستان به EAS افزایش داده است. بسیاری ها موج اخیر بازداشت های آمده مهاجران تاجیک در روسیه را از جمله به همین مسئله عضویت تاجیکستان در این سازمان ربط می دهند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که روز 5 یونی سال 2023 از تاجیکستان بازدید کرد، در سخنرانیش در پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه گفت مسکو امیدوار است که تاجیکستان به تدریج فایده های اتحاد اقتصادی اوراسیا را درک خواهد کرد. ولی سردار دپارتمنت اطلاعات و نماینده رسمی وزارت خارجه تاجیکستان شاهین صمدی به خبرگزاری روسی تاس گفت مقامات تاجیکستان در حال حاضر مسئله پیوستن این جمهوری به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی نمی کنند. او تاکید کرد که این مسئله در ملاقات لاوروف با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان و وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین موریدین بررسی نشده است. نظرها در جامعه تاجیکستان در مورد پیوستن این کشور به EAS مختلف است. عضویت در این سازمان را برای بود و باش و کار مهاجران تاجیک در روسیه و همچنین برای رشد تجارت با کشورهای عضو این سازمان مفید می شمارند. ولی یک مایه نگرانی نیادهای اقتصادی حکومت تاجیکستان این است که در صورت پیوستن تجارت با کشورهای EAS باید بدون باج و خراج گمرکی صورت بگیرد و در چنین صورت بودجه تاجیکستان هر سال از تقریبا 300 میلیون دلار باج و خراجی که از حساب تجارت با کشورهای عضو EAS به دست می آمد محروم می شود. مخالفین حکومت از امکان سوء استفاده از امتیازهای گمرکی محروم شدن شرکت‌های فعلا صاحب امتیاز مربوط به منصبداران بلندپایه حکومت و خویش و تبار آنها را یک سبب دیگر و حتی سبب اساسی سرکشی دوشنبه از پیوستن به EAS می شمارند. 15 میون از بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دو روزنامه‌نگار محکوم شده تاجیک که برخی جزئیات پرونده آنها برای جامعه هنوز ناروشن است یک سال گذشت. تا به حال نزدیکان و پیوندانشان به بیگناهی آنها باوری دارند و امیدوارند که به نزدیکی آنها از زندان آزاد می شوند. یک سال پیش در همین روز در راه به سوی کوه بادام در حدود ناحیه عینی دلیر امام‌علی بازداشت و شام همان روز عبدالله غربتی به دادستانی شاهمنصور دعوت و دستگیر گردید. تا صبح روز دیگر 16 ایون مقامات توسط وکیل دفاع گفتند که
آنها دستگیر گردیده برای دو ماه به حبس پیشکی گرفته شدند. هر دو روزنامه‌نگار اویلادور صاحب کودکان خورسولند و تا زمانی که عبدالله بازداشت شد کودکش همگی در روزه بود. او تا به حال نمی‌فهمد که پدرش در حبس قرار دارد، ولی سه فرزند دلیر که کلانترند پیوسته پدرشون را سروغ میکنند و همسرش نمیدوند با اونها چی پاسخ دهد. زیتونه عنایت و همسر دلیر امومالی هولو در خانه پدر شوهرش به دوزندگی پرداخته است و بار وزنی زندگی با سه فرزند نابالغ پره به دوش او افتاده است. پیشتر بار زندگی را دلیر امومالی پره میکشید و زیتونه عنایت و به تربیه فرزندان مشغول بود. او میگوید امروز شوهرش زندگانی آسوده و پرمهر و محبت داشت. هرچند دلیر انقریب هر هفته به مقامات گوناگون دعوت میشد، اما او باور داشت که کار غیر قانونی را انجام نداده است. همسرش میگوید روز بازداشت دلیر امومالی برایش فراموش نشونده است و سالگرد آن دردها و خاطره های تلخش را دوباره زنده میکند. آن روز تخمینا ساعت های ده به دلیر زنگ زدم، گفت حالا در دوشنبه است. هرچند نقشه داشت که بر وقتتر به سفر برود، گمانم واخوری داشت و آن به فکرم نتیجه دلخواهی نداد. میگوید زیتونه در این بین چی شد و دلیر کی برابر آمد اویلاش خبر ندارد، ولی پس از ظهر در خانه اجاره آنها را کارمندان دوستانی نویش و منصور گفتند و از بازداشت شفرش خبر دادند. همسر دلیر میگوید آن شب تا صبح خواب نرفت و صبح وقتی به دوستانی شو منصور رفت و او گفتند بر ضد همسرش پرونده جنایتی باز کرده، او را برای دو ماه به حبس پیشکی گرفتند. او آن لحظه ها را هیچ به خاطر آوردن نمی خواهد. من باور داشتم که دلیر گناه ندارد و بعد دو ماه باز به خانه برمی گردد. در این مدت چند مرتبه واخوری داشتیم. دلیر می گفت که به همین زودی برمی گردد. مقامات نیز آن وقت می گفتند گپ نیست، جوابش می دهیم. دو ماه حبس پیشکی به تلخی ها گذشت و زیتونه آن روز امید داشت که دلیر به خانه برمی گردد. سنگین ترین روزها برایم آن دو ماه بود. خوب نداشتم، چیزی از گلویم نمی گذشت. دست و دلم می لرزید. تنها امیده که امروز یا پگاه دلیر با درود خانه می دراید، مرا قوت می بخشید. نقل کرد همسر دلیر امومالی. امروز او می گوید شوهرش را به جبر زندانی کردند. در مرافعه شاهدان آمده بودند که نمی دونستند چی می گویند و آن چنین می نمود که گپ را به دهان آنها مانده باشند. یک زنی که به مرافعه همچون شاهد آمده بود گفته است دلیر را نمی شناسد و نمی داند در سود چی گوید. او گفت بازم دلیر بود که در ملاقات اول در زندان ما را دیگر باره روحیه داد و به ادامه حیات و مناظره با سختی های روزگار به پا خیزاند و می گوید برای فرزندان دلیر اون چی که می خواهند خریده نمی تواند و وضعیت تامینات روزگار به تنهایی دشواری می کشد، اما شکست نخورده است و با سختی های روزگار مشت به گریبان است. مشکلی ندارم بجز از نبودن عبدالله. به فرق از او مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی می گوید اش چیز تنقیسی ندارد و تنها نبودن شفرش او را اذیت میگد. او حالا از منطقه کولو برای رسانه ها گزارش می نویسد و روی شفرش را ادامه می دید و یه گفت ارچند عبدالله قبلا آید و احتمال بازداشتش صحبت نمی کرد، ولی او همیشه خواتر بود و همیشه تاکید می کرد که با احتیاط باشد. انتظار نداشتیم کار تا این حد می رسد. گاهی می گفتم که شاید امین سخن گفتند شرطی نباشد، فقط می گفت که یکان کار غیر قانونی نمی کند. نقل کرد مبارک قاسم نام برده لحظه های اول بازداشت عبدالله را بیاد آورده. نقل می کند که روز 15 ایون وقتی که دلیر امومالی را به دوستانی نویه شومنصور آوردند، عبدالله همراه چند روز نومالگار پشت در دوستانی رفتند، ولی دیر نگذاشته تلفنش یک بار دستنوره شد و تنها نیمه شب وقتی کارمندان دادستانی همراه وکیل دفاع برای بردن کامپیوتر کاری عبدالله به خانهش آمدند، درک کرد که شوهرش نیز بازداشت شده است و روز دیگر فهمید که به ضد عبدالله پرونده جنایتی باز کرده او را برای دو ماه به حبس گرفتند. وقتی عبدالله 6 ماه در بازداشتگاه موقتی بود، همگی چند مرتبه 20 دقیقه که توانستم او را ببینم و در این صحبت ها همیشه به یکدیگر تاکید میکردند که رو افتاده نشوند. خبر حکم عبدالله برای مبارک غیر چشم داشت بود و او از زبان یکی از دوستانش آگاه شد که او را زندانی کردند. در این وقت من برای گرفتن اجازتنامه واخوری نزد دادرس رفتم. او در جای کوریش نبود. من در درآمدگاه منتظر نشستم. در همین وقت یکی از دوستان این خبر را رسانید و من در حالت شوک افتادم. باور نکردم.
خودم رو داشتن نتوانستم، زور گرفتم، سرم چرخ میزد، فکر میکردم دیگر نمیتوانم راه روم. آن روز بسیار روز وزنین بود، فقط میگفتم باید این خیلی نمیشد، اما شد. افزود این همسر روزنامه‌نگار. مبارک قاسم میگوید بازداشت حبس عبدالله نبض زندگیش را به حدی به هم زد که حتی پسرش از شیر مادر هم محروم شد و او همیشه میترسید که خدای نکرده روزی برای پسرش شیر خریدن نتواند. مبارک قاسم میگوید قضیه ای که به سر شوهرش آمد به او قوه بودن، صبر کردن و از خود و شوهر و اویلش دفاع کردن را آموزند. مبارک قاسم حالا به تربیه پسرش مسعود یک ساله مشغول است و زبان انگلیسی می آموزد و به دوختن کرده های ملی مشغول است. هم زیتونه عنایت و هم مبارک قاسم باور دارند که شفرانشان بیگناهند و در نزدیکترین فرصت عدالت تنتنه می کند و دلیر امام علی و عبدالله غربتی به آزادی می برایند. کمیته خلسنگی نروژ یک سازمان حامی حقوق در اظهارات ویژه که 15 میون سال 2023 نشر کرد گفت فرانسه نباید درخواست مقامات تاجیکستان در مورد استرداد ژورنالیست مستقل تاجیک محمد اقبال صدرالدین را اجرا کند. حامیان حقوق معتقدند که اتهام قلابی به ضد سردبیر پایگاه اپوزیسیونی اصلاح یک حیله بوده او را در تاجیکستان عذاب و شکنجه و حکم زندان طولانی تهدید میکند. اخیرا خبر رسید که دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان روزهای 18-19 سپتامبر سال 2023 در پاریس با رهبران وزارت کارهای داخلی و عدلیه و دادستانی ملی ضد تروریستی فرانسه ملاقات کند. بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، یک هدف اصلی یوسف رحمان در این سفر با مقامات فرانسه در میان گذاشتن مسئله استرداد محمد اقبال صدرالدین است که از سال 2017 در فرانسه پناه میبرد و اینک 6 سال باز پایگاه اصلاح یکی از طرحهای مطبوعاتی از همه موفق اپوزیسیون تاجیک در اروپا را رهبری میکند. ویدیوهای کانال اصلاح تیوی در یوتیوب هر کدام 100,000 تماشا بین دارند. رسما مقامات تاجیکستان محمد اقبال صدرالدین را به قلابی به مبلغ 430,000 دلار عیبدار میکنند و با همین اتهام تحت جستجوی بین المللی قرار دادند. ولی حامیان حقوق این اتهام را تنها یک علت میشمارند تا به استرداد او نول شوند. کمیته خلسنگی نروژ می نویسد محمد اقبال صدرالدین به حیث سردبیر اصلاح به یکی از منتقدان سرسخت و آشکار و انگوشمار حکومت تاجیکستان تبدیل یافت و با آشکار کردن کروپسیا در حکومت و پایمال کردن حقوق انسان در تاجیکستان نام برآورد. به این دلیل می نویسند حامیان حقوق مقامات دوشنبه چند سال باز تلاش دارند تا از محمد اقبال صدرالدین نخور بگیرند و دهان او را ببندند. خود او گفته است تلاش های مقامات برای تعقیبش به ویژه بعد کشادن کانال اصلاح تیوی در یوتیوب در سال 2019 اوج گرفت و سال 2020 او را با اتهام قلابی به جستجو دادند. محمد اقبال صدرالدین این اتهام را بافته می نامد. مقامات تاجیکستان محمد اقبال صدرالدین را برای قلابی جستجو دارند که گویا سال 2010 صادر شده است. به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان گویا محمد اقبال صدرالدین اون وقت در چارچوب کدام یک نقشه مشکوک سرمایه گذاری سه شهروند را به مبلغ 430,000 دلار فریب داده است. خود او میگوید که این اتهام انگیزه های سیاسی دارد و مقصد به هر رای بستن دهان او از انتقاد مقامات است. محمد اقبال صدرالدین گفته است که او علاکه 11 سال باز تحت تعقیب مقامات تاجیکستان قرار دارد. او به کمیته خلسنگی نروژ گفت سال 2012 وقتی آگاهش کردند که بازداشت می شود ترک تاجیکستان کرد و اول به قرغیزستان پناه برد. سال 2015 مقامات امنیتی قرغیزستان او را دستگیر کردند و هشدار دادند که اگر ترک این کشور نکند او را به دوشنبه خواهند سپرد. محمد اقبال صدرالدین از آنجا به قزاقستان رفت، ولی وقتی فهمید که در قزاقستان نیز خطر بازداشتش زیاد است به بلاروس رفت و در بلاروس نیز او را یک مدت بازداشت کردند. تنها در سال 2017 محمد اقبال صدرالدین توانست به فرانسه پناه بیاورد و در اینجا سامانه اصلاح را تشکیل کند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
طالبان بار دیگر به صاحبان مهمانخانه های عروسی در شهر کابل امر دادند که در توی ها از نواختن موسیقی خودداری کنند. وزیر امر معروف و نهی از منکر طالبان با نشر بیانیه گفته است که این تصمیم منع نواختن موسیقی در توی ها را به طور مشترک یک جایه با وزارت عدلیه گرفتند. در اعلان این وزارت آمده است در جلسه بررسی تویخانه ها مسئولین وزارت عدلیه از صاحبان مهمانخانه ها خواستند که از نواختن موسیقی و کارهای خلاف معیارهای اسلامی خودداری کنند. طالبان به تویخانه های عروسی هشدار دادند که مسئله را پیگیری خواهند کرد و با قانون شکنان مبارزه جدی خواهند کرد. در پی دوباره رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان این حرکت تندرو به سر شهروندان قانونهای سخت جاری کرده است. قبل از این طالبان بارها از صاحبان مهمانخانه های عروسی به طور شفاهی خواسته بودند که در توی معرکه ها با صدای بلند موسیقی ننوازند. ساکنان کابل می گویند به این هم با محدودیت های قبلا جاری کرده طالبان توی ها در افغانستان شبه مراسم محتم شده بود و کس فرق نمی کرد که در مراسم عروسی اشتراک دارد یا در معرکه محتم. اما به گزارش نشریه هشت صبح ایده های وجود دارند که شرکت کنندگان شب نشینی ها در توی های عروسی در کابل با ماموران امنیتی طالبان برای نواختن موسیقی در شب نشینی های خود فیدیه یا به قبل دیگر دولیه می دهند. طالبان بعد دوباره رسیدنشان به قدرت در افغانستان در برابر محروم کردن زنان و دختران از تحصیل و کار، حضور آنها را در باخوی تفریحی و طرب خانه ها و سفرها بدون امروی یکان نفر محرم نیز من کرده و همچنین برای کارمندان دولتی گذاشتن ریش و پوشیدن کلاه‌ها را حمایت می‌کردند. کمیته اولادهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 15 میون سال 2023 در جمهوری با 3 نفر، یک جوان 18 ساله و دو کودک 7 ساله و 10 ساله غرق شدند. از جمله روز 15 میون تخمینا ساعت 12:35 دقیقه ساکن 10 ساله دهه لولزور نویه دنگره ویلات خطلان هنگام اوبوزی در کانال اوب توهیر غرق شد. با جستجوی جسد نامبرده امدادگران بخش اولادهای فوق‌العاده منطقه کولوب جلب شدند و جسد را پیدا کرده به والدانش سپردند. حادثه دوم نیز روز 15 میون در قلمرو خطلان رخ داد. تخمینا ساعت 13:55 دقیقه یک ساکن 18 ساله دهه وعدت نویه یووان هنگام اوبوزی در جای ممنوع کانال بین دیه ها غرق گردید. جسد او را ساکنان دیه پیدا کرده به والدانش سپردند. حادثه سیام نیمه دوم روز 15 میون در شمال کشور رخ داد. تخمینا ساعت 18:10 دقیقه یک کودک 7 ساله در شهر پنجکنت ولایت سوخت در کانال تخسن کوریز غرق شد. جسد او را ساکنان محلی پیدا و به مقامات دخل دار سپردند. کمیته اولادهای فوق‌العاده گفت از اول سال تا 16 میون سال 2023 در اوپوی کشور علاقه 62 نفر غرق شدند که 35 نفر اونها کودکان و نورسان تا 16 ساله هند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورسان تا سن 16 غرق شده بودند. مرکز مطبوعات ملی سه دوشنبه خبر داد که یک ساکن 28 ساله محله پختکار در کنار پایتخت را برای مای دوباشه به 15 شبانه روز حبس کردند. خود جوان اب شده برای شر ماجرا دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع میلیسیا صحنه 15 میون سال جاری تقریبا ساعت 12:30 دقیقه شهروند فیض‌اللهیف حاکم جان سال تولد 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه محله پختکار هنگام در کوچه نعمت قرابوف نویه فردوسی قرار داشتند ترتیبات جمعیتی را دغل و ویران نموده است. نامبرده همزمان با صدای بلند داد و فریاد نموده در برابری به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا اطاعت نکردن همزمان باعث خلل‌دار گشتن آرامی شهروندان و اطرافیان گشته است. گفته می شود در خبر وابسته به حالت مذکور نسبت فیض‌اللهیف حاکم جان طبق طلبات ماده 460 مای دوباشه کدیس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده برای چوره‌جویی به دادگاه نویه فردوسی ارسال کرده شد. ضمن بررسی پرونده حقوق ویران کنی فیض‌اللهیف حاکم جان خودش را در صادر نمودن حقوق ویران کنی گناهگار شمریده، جهت من بعد به چنین کردار ضد جمعیتی دست نزدن تصدیق اظهار پشیمانی کرده است. با این وجود دادگاه نسبت به او جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده است. همین طور بنا به خبر دیگر میلیسیا پایتخت
در اساس مراجعه فیسبوکی یک ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا شهروند رحیم افسینو سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه سینو کوچه نوبهار دستگیر کرده شد. خود رحیموف که تربوز فروش بوده است برای شهر قضیه دسترس نیست، ولی میلیسیا گفت او صحنه 11 میون سال جاری تخمینا ساعت 16:00 دقیقه در کوچه زرفشان ضمن به فروش تربوز مشغول بودند، با مراجعت کننده دغلانه مناسبت نموده است. وابسته به حالات مذکور نسبت رحیموف سینو پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده، از جانب دادگاه نویه سینو جریمه ماموری به اندازه ده نشاندهنده برای اسباب‌ها برابر به 680 سومونی تعیین کرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 14 میون سال 2023 در دو صدمه نقلیاتی در نویه خراسان و در مرکز پایتخت دو نفر راننده 40 ساله و کودک اسوره پیاده‌گرد به هلاکت رسیدند. از جمله صبح بر وقت 14 میون سال 2023 تخمینا ساعت های 05:10 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل وکترا بکمتزاده دلیر سال تولدش 1983 ساکن نویه فرخور هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر بختر در حدود نویه خراسان از عهده دوره واسطه نخلیات نبر آمده از را به کنار راست را برآمده به صدمه دچار شده است. در نتیجه خود راننده بکمتزاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همان روز 14 میون تخمینا ساعت 13:30 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای عزیزوف عبدالله بیک سال تولدش 1998 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه سامونی پایتخت از سمت خیابان رودکی به سمت کوچه سینو حرکت نمودنش در روبروی بنای کاخ نوروز پیاده‌گرد نابالغ مویدین و زهرا سال تولدش 2016 ساکن نویه ورزوب را پخش نموده است. در نتیجه این طفل جراحات های گوناگون جسمانی برداشته است. وزارت کارهای داخلی گفت که زهرا مویدینوا از جانب خود راننده به بیمارخانه دسترس و بستری کرده شد، ولی متاسفانه طبیبان او را نجات دادن نتوانستند و این کودک بعد یک ساعت جان داده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این دو حادثه ادامه دارد. روهای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می روند. تنها در ماه مای سال جاری بنا به حساب ها بر اثر صدمه ها در روهای جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیدند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی با عریضه مرد 27 ساله ساکن نویه مذکور مراجعه نموده است که 1 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه شخصان نامعلوم دو روی پنهانی از لب دریای کفرنهان یک سر چاروای کلون شاخدار و دوز دیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 5000 سومانی را تشکیل میدهد. هنگام گذراندن چوربینوی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 27 ساله ساکن امین نویه با همراه رفیقش سمندر نام شخص صادر نمودند. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر تورسونزاده علیزه مرد 39 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 13 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 17:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی دوچرخه شخصی تمغه سکوترش را که در کنار رو استاده بود دزدیده از جای حادثه غرب زدند. ضرر رسانیده شده 5000 سومانی را تشکیل میدهد. هنگام گذراندن چوربینوی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا پسر بچه نابالغ 14 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه زن 39 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعه نموده است که ماه اپریل سال 2023 در بازار کاروان زن 30 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 68000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت یک ماه برمیگرداند، اما تا حال فریب کرده گشته است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.